یکی دیگه از بچه هایی که اسیر مامورای حکومت بود و کشته شد وحید حیدری است در عراق، یه جوانی که صبح تا شب سر بازار دست فروشی میکرد. آقایون جاسنگین حکومت فرمودن معتاد بوده و مواد فروش با 10 گرم هروئین دستگیر شده و بعدم تو بازداشتگاه خودکشی کرده. آقای محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق موضوع رو دنبال کردن، از ایشون بشنوید. البته من از طریق یکی از دوستان آقای علی بخشی نامی پیگیر شده بود که ظاهرا کسی در بازداشتگاه 12 رضوی عراق خودکشی کرده و گفتن که این مواد فروش بوده، 10 گرم هروئین داشته. خود این خبر تو روزایی که بحبوحه اعتراضات عراق بود یکی از دوستای بنده رو به نام آقای باقری که فعال مدنی شهرستان شازندم هست ایشون رو حساس میکنه و ایشون رو مطلب رو با من در میون گذاشت و فهمیدیم که این ماجرا بودار هست. همون لحظه بلند شدیم هر دوتایی رفتیم پیگیر شدیم که ببینیم این کدوم روستاست. خلاصه سر در آوردیم که روستای پدری اینها روستایی است به نام تکیه، جز روستاهای اطراف نزدیک شازند است. رفتیم اونجا و اونجا همون عکسی که الان منتشر شده اولین عکس، عکسی بود که به درب مسجد روستای تکیه زده بودن و نگاه که کردیم دیدیم که این جوان چشماش بسیار زلال و چهره بسیار صمیمی داره و احساس کردم، نمیدونم، به دوستم گفتم این چشمای زلال و دریایی حرف زیاد داره و اصلا نمیتونه این یک شخص معتاد یا فروشنده مواد مخدر باشه. همون لحظه شخصی آمد اونجا که از اقوامش بود و ما صحبتهایی رو کردیم و مشخص شد اصلا موضوع اعتیاد و مواد مخدر و اصلا اینا همه کنسله و از اونجا ما متوجه شدیم با یک فریب و با یک رسانه دروغگو خبر داریم مواجه هستیم و از همونجا استارت کار رو به طور قوی زدیم که این خبر رو رسانه‌ای بکنیم و روش کار بکنیم، تحقیق بکنیم و منتشرش بکنیم. خب چی دستگیرتون شد سرانجام؟ وحید حیدری یک جوان مجرد 23-24 ساله است. در کرهرود، در قسمتی از عراق که به نام کرهرود هست، ایشون زندگی میکنه. مجرد هم هست، خانوادش هم خانواده محترمی هستن و تعداد زیادی از خانوادهشون جانباز و شهید هستن، یعنی از کسایی هستن که در واقع هزینه دادن برای این مملکت. اما با پیگیری بیشتر متوجه شدیم که سر بازار عراق دست فروشی میکرده و آخرین عکسایی رو که من تونستم به دست بیارم از طریق یکی از دوستان صمیمیش به نام پوریا، عکسایی رو که برای من ارسال کرد در واقع محل دست فروشیش دقیقا اصلا عکس توش اون وسایلی که وحید داره اونجا میفروشه مثل چتر و اینها همونجا تو عکس هست، یعنی در واقع مال یه نمه برفی آمده بود چند وقت قبل از این تظاهرات. اون عکس حتی اون رو هم به همراهش داشت، یعنی در واقع مشخص بود که عکس مال امسال هست و جدید هم بود. محل کارش هم که پیدا کردیم دیگه خیالمون راحت شد که ایشون اصلا به هیچ وجه تو کار مواد و این حرفا نیست. البته نگفته نمونه مراجع رسمی در این خصوص اظهارات ضد و نقیضی داشتن. ابتدا اصلا این از معترضا بوده انکار میکردن، بعد از این که خبر رسانه‌ای شد و اینها یه پله آمدن گفتن از معترضا بوده اما خودش رو در واقع خودکشی کرده. شاهد عینی هم داریم که تو اون قضیه جنازه رو دیده، یعنی با پیگیری‌هایی که کردیم از اقوامشون شخصی که جنازه رو دیده در واقع قسمت چپ بالای شقیقش یه شکاف داشته و این قسمتش یه برآمدگی خیلی بزرگ که احتمال زیاد اصابت جسم سخت میتونه باتون باشه، میتونه، نمیدونم، نمیتونیم ما اظهار نظر دقیقی در این خصوص بکنیم اما قطعا اتفاقی براش افتاده که کسی نمیخواد واقعیتشو بگه و برای همین سعی کردن تهمت بزنن بهش و بگن که مواد فروشی بوده که خودش
خودشو کشته. علیه این اعلام دروغ مسئولان رسمی حکومت که وحید مواد فروش بوده چقدر میشه پیگیری حقوقی کرد در چارچوب همین نظام مقدس؟ من میتونم تصور کنم که یک معترض رو در خیابان کتک بزنن. حتی من میتونم تصور کنم برخلاف تمام موازین قانون آیین‌دادرسی مدنی، آیین‌دادرسی کیفری، برخلاف تمام موازین و ضوابط حقوق بشری یک کسی رو در بازداشتگاه کتک بزنن. میشه این رو پذیرفت؟ یعنی این کار خلاف قانون اگر انجام میشد با تمام کراهت و منفوریتی که این قضیه داره، ولی میگیم اتفاق افتاده، اما از یک سیستمی که خودش رو در واقع حکومت اسلامی و عدل الهی میدونه بیاد یک کسی رو به خاطر هزاران دلیلی که میتونه برای اعتراض داشته باشه و معترضه در خیابان بزنه، بیاد در بازداشتگاه بزندش و نهایتاً فوت کنه این بازداشتی، قسمت بسیار کریه و زشتش، من دنبال کلمه میگردم که چه کلمه ای رو بگم، نمیتونم، کلمات قاصرن. بعد بیاید همین کسی رو که به این کیفیت شما کشتید یا حالا کشته شده با کوتاهی هایی که شما انجام دادید، بیاید آبروش هم ببرید، بگید این یک آدم مواد فروشی بوده و خودکشی کرده، انگار که اگر یک کسی مواد فروش بود، معتاد بود، مثلا حق و حقوقی در این اجتماع نداره. من اینجا دلم میخواد اشاره بکنم، وقتی شما میگید یک معتاد، در واقع تخریب شخصیتی برای این شخص به وجود بیارن که عکس العمل جامعه رو نسبت به او بیارن پایین، بگن یه آدم مواد فروشی بوده، کشته شده، خودش کشته، سابقه خودزنی هم داشته. خب در یک جامعه‌ای که میلیون ها معتاد داره، شما بخواید بیاد این قضیه رو به این کیفیت باعث تخریب و تحقیر دیگران قرار بدید، خود این اعتیاد عاملش کیه اصلا؟ کی باعث شده جامعه ما اینقدر توش معتاد باشه؟ این خودش یه درده. بعد یه معترض صحیح و سالم و با شرف رو هم بیاید این اتهامو بهش بزنید که بخواید تحقیرش کنید، تخریبش بکنید و در واقع از زیر پاسخگویی فرار کنید. در واقع ببینید، مسئولان قضایی و انتظامی عراق رو باید بشناسین و حرفاشون رو درباره وحید حیدری، ادعاهاشون رو باید بدانید برای آینده. ببینید، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب عراق، با تایید خودکشی یکی از بازداشت شدگان در عراق اظهار داشت با وجود اینکه آثار خودزنی بر روی جسد این فرد محرز است، فیلمی از لحظه خودکشی وی نیز موجود است. بنابراین با توجه به شواهد و قرائن موجود، مرگ این فرد بر اثر خودکشی در کلانتری بوده است. ببینید چند تا دروغ پشت هم دیگه میگن. دادستان عمومی و انقلاب عراق افزود این فرد چندین سابقه کیفری و سابقه حمل مواد مخدر و خودزنی را در پرونده خود داشته است. بعد ایشون آقای عباس قاسمی هن. باید ببینید بارها عکس این آدم و اسم این آدم یادتون بمونه. عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب عراق. بعد یک دفعه دیگه این شخص. و بعد محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی. ایشون هم فرمودن فرد بازداشت شده، بله این شخص، ایشون محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، میگه فرد بازداشت شده یعنی وحید حیدری ارتباطی با حوادث و اغتشاشات اخیر در عراق نداشته و در حین فروش مواد مخدر دستگیر شد. محمود خلجی افزود این فرد در هنگام دستگیری 10 گرم هروئین به همراه داشت و به بازداشتگاه کلانتری 12 عراق منتقل شد. ببینید، خامنه ای و سران نظام مقدس که بارها در رسانه ها ازشون صحبت شده و عکسشون نشان همه داده شده، برای مردم شناخته شدن، ولی اینا رو لزوماً کسی نمیشناسه به جز افراد معدود اطرافشون. اینایی که با این وقاحت دروغ میگن درباره مرگ یک جوان دست فروش گلی که صبح تا شب زحمت میکشیده برای، به قول اون پوریا دوستش که آقای نجفی فرمودن که از طریق او
دوست به قول خود پوریا رفیق فاب حیدری بوده، این جوانی که کشته شد، به قول او برای یه لقمه نون حلال صبح تا شب دست فروشی میکرده. بعد بیان یه همچین وقاحت و یه همچین دروغی رو منتشر کنن، اینا رو باید بشناسین. گفتم بهتون عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب عراق و محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی.